خب بالاخره جای تجاوز جوشا رو صورتم تموم شد و من میتونم واسه تون ویدیو بذارم. شخوان گفتم از گشادی مود نمیذاشتم. سرور فوق خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه و مثل همیشه اومدیم با کانتنت پر محتوای ماینکرافت. خب تو این قسمت اگه تا الان نفهمیدید ما دنبال جایی واسه خونه ساختم و به نظرتون رو اوکی ما فعلا بی خیال گوسفند پرنده میشیم. آقا اول اینکه میخوایم بپرسید اینجا کجاست؟ آقا اینجا که ما الان تشسیم که توش گاوهای پرنده است، عنکبوت بیناموس است که دوباره داره میاد سمت من. خب سگ بده دو باز اینترو مو بگیرم. خب آقا اگه براتون سواله که اینجا به این زیبایی کجاست؟ باید بگم اینجا داخل کون شماست. چرا؟ چون عروسیه، چون من ویدیو گذاشتم. گم شد بیناموس. نه بابا جدی بخوام بگم میام اینجا داخل کون شماست. آقا اینجا بهشته. خب به انم دیگه از روش تابلو دیگه کجاست؟ اونم دروازه شه که من از اونجا اومدم. حتما میخوام بگین چرا ویدیوش نذاشتی؟ چون سیستمم ریت سر اومدم به اینجا. الان من چیکار کنم؟ اینا بچه‌ها ببینید این پرنده رو ببینید خیلی مظلومه نه. ببین گوگلی آدم دلش میخواد چی پوش پوزی پوزی بکنه لوپش اینجوری بکشه. ولی همین بیناموس بیا ببینید چه بلایی سر من میاره. شما نگاه کن 2 دقیقه این من ول کنم این منو میگیره میبره به بالاتر نقطه ممکن و وقتی میفتم سگ دمج میشم. در نتیجه این بیناموس رو نباید بذاری بگیرنت. همشون هم دشمنی خاصی با من دارن. نمیدونم چه ایزومه تری بهشو فروختم ولی هر گوی خوردم کار خوبی کردم. اینم جدید دارم میبینم با من که مشکل نداره. نه اوکی باب. خب اوکی برم میتونم اسمشو بخونم. کاک آتریک داشت کاک حالا خیلی جالب نیست. اوکی داشت. خب آقا من دنبال جا هم واسه ساخت خونه. اوکی بعد گفتم اول از همه از بهش شروع کنیم. چرا که نه این همه جا حالا بیاید از بهش نگاه کنیم ببینیم که کجا دقیقا به درد ما میخوره و امنیت داره. اصلا معنی خونه یعنی چی؟ یعنی سرپناهی که توش امنیت داری و همه وسایلت اون توه. بیا بچه نهنگ داریم وسط نهنگ پرنده. اینو نبینین این منم این من دوام. خب آخ بهش یه بدیایی داره یه خوبیایی. یکی از خوبیایی که داره این منابعیه که داره. ببینید مثلا بذارید اینو میبینید دیگه الان این چوبا رو از این چوبا میشه این پیکاکس رو در آورد که قدرت ماینش با آهن برابری میکنه. یعنی من همین الان سرچ کردم پیکاکس و پیکاکس اسکای روتی از با آهنی تقریبا برابر میکنه. اگه ببینید حالا یکم دمیجش کمتره. بیناموس اومد دوباره اینجا. منابعی که اینجا هست واقعا منابع خوبی هن. ولی همینطور که میبینیم مثل سگ ریختن کردم اون. اوکی بالاخره اینم مرد. خب من که اصلا با بهش سازگاری ندارم. ببینید 2 دقیقه ول میکنی پرنده ها میان سر کلت ولی خونه بسازی کاریت ندارن ها. ولی خب نمیتونی 2 قدم مثلا با پاش این ورانور واسه خودت آزادانه بگردی. نمیشه. برای همین این چیه؟ اینو میتونم بخورم یا نه یا وات دی فاک. وایسا توست دگر دگر رو ندیدم ولی یه دندون چیزه. دندون چیه این؟ آقا این چیز خوب مهمیه مثل حاجی دندون یه نوع موجودی رو گیرم اومد. اینم که از قسمت قبل مونده انگار گشادیم گرفته خالیش نکردم منو با همین اومدم این قسمتم رکورد کنم. و البته این میوه ها داره بهش. بله یا وات دی فاک چرا این زودی تمام شد؟ من چند تا باید کندم؟ ببخشید آقا بهش خیلی چیزا داره من ازش خبر ندارم. خیلی جیگر میخواد آقا. یه دقیقه بذار ببینم اینا چیان. این آیس استون سنگ یخی باشی درست میشه. فریزر وال وال حالا فریزر به چه دردی میخوره؟ فریزر رو دیگه نمیدونم به چه دردی میخوره ولی شدیدن کرم افتاد کنم که درستش کنم که خب چیز سختی هم نیست. یه دونه هولی استون. هولی استون هم همینا دیگه ایشالله. هولی استون هم همینن. آقا خدا بده برکت. آقا فعلا از بهش یه چوسه منابع بردارم بعد میریم بقیه جارا میگیریم. ما که قرار نیست تو بهش زندگی بکنیم. یعنی یه مکانی که توش بیاریم وسیلهامون رو بریزیم، آیتممون رو درست کنیم، فارم بزنیم و اینم این کارا رو بکنیم. قرار نیست تو بهش باشه چون 2 دقیقه نمیتونیم با آرامش خاطر راه بریم. راستی این سیبا با اینا همیشه همینجور خوردشون، همیشه یه کار دیگه‌شون کرد. همیشه آبشون رو گرفت. همیشه پاشو درست کرد که خدا وکیلی خوب سیر میکنه. خب اوکی آقا بهش تا جای خیلی بالای جای خوبی هست ولی به درد زندگی نمیخوره. اگه به خاطر این پرنده بی فانوس نبود مطمئنم بهش رو واسه زندگی انتخاب میکردم. و یه نکته خیلی جالب از بهش اونم این که اگه بخوایم به جای این که از پورتال بریم پایین اینجا بریم پایین ببینید
مستقیم داریم میریم بهش. اصلا جای خوبی نیست. خب آقا من مثلا بردارم بریم جاهای دیگه که میتونیم توش زندگی کنی و بگردیم. خب از دنیاهای دیگه ندرم که دیدین چجوریه. قسمت قبل واقعا به معنی واقعی کلمه جهنمه. دنیای اندم که پر اندرخره، منم که با اندرخر اصلا میینه خوبی ندارم. پس بعد همین اوورورد رو انتخاب کنیم دیگه. ولی خب همین اوورورد هم روش های خاص خودش داره. میتونیم بریم تو آسمون این شکلی خونه درست کنیم که خب بدیه خاص خودش داره. مثلا الان اونجا من بخوام یه مزرعه بزنم کلی باید زحمت بکشم. یا اینکه میتونیم بریم زیر زمین که اون وقت باید قید خوراکی رو بزنیم دیگه. من اصلا نمیتونم کار کنم چون یه قسمت آشپزی داریم. پس آقا بزنیم بریم مسافرت دیگه. بریم یک چند تا بایوم این ور اونور رو بگردیم. واسه این چاقوه. خب آقا الان چقدر الان آخره روزه. خب برای همین من به هیچ وجه نمیخوام الان حرکت کنم. پس بریم خونه بخوابیم. بعدش میتونیم از ندر نه از ندر جابجا نمیشیم. حوصله آبسیدین کندن و دو ساعت پورتال و جد اینجور چیزا رو ندارم. مثلا بچا نگاه کنید اینجا الان این وسیله اینم یه جورایی فهمیدم چه جوری کار میکنه و گفتن که باید بشیدون این چیزا واسه کنی. اینا این چیزا میچرخه. ولی خب بچا الان اصلا شرایط اینجامون قشنگ نیست. ببین اصلا یه جوریه. من فکر میکردم فقط با دو تا آسیب کار حل میشه. نمیدونستم این همه قراره بهش وسیله بس بشه. برای همین میگم یه جای زندگی جدید درست کنیم که امنیتش هم بیشتر باشه. مثل اون شبی که بهمون حمله کردن هی نزنن بهم سمی بشن. و خب از اونجایی که چوبی هم درست کردم اون روز سر یه اشتباه هم خونه آتیش گرفت و چیزی نبود که کلش آتیش بگیره. به زور جمعش کردم. اینا جمله دلایلی که دلم میخواد تو این دنیا سفر کنیم و یه دلیل دیگه هم داره. مثلا وقتی میزنیم دراگون بین چیا میاره؟ مثلا وصل انواع نوع زره دراگون رو میاره، یعنی انواع زره اژدها رو، انواع پوست اژدها رو، انواع زره اژدها رو که زره های واقعا قوی هم هستن. و خب انگار یه نوع دراگون استیل هم هستش که حالا نمیدونم، حالا خیلی چیزایی هست دیگه. این به چه معنیه؟ یعنی که تو این بازی اژدها وجود داره و تا جایی که من میدونم اندازه رو کرافتم سخت نیست. پس فکر کنم الان بنازه کافی پیشرفت گو خوردم نکردیم. آه به هر حال من گفتم بگردیم یکم دنیای این بازی رو تا بتونیم یه چند تا چیز جدید ببینیم، یه چند تا آیتم جدید که باعث بشه قدرتمون بیشتر بشه. یه کلا این کارا دیگه تو این قسمت میریم میگردیم، تو قسمت بعد خونمون رو درست میکنیم انشاءالله تعالی. راستش فریزر الان میتونم درست کنم. آره بچه هم میتونم یه دونم فریزر درست کنم. بیایید درست کنیم ببینیم چیکار میشه باش کرد. ببین بذار اول زیرتو ببینم. اوکی چیزی نمیخواد بهش فصل بشه. حالا اینو واقع کنیم چیکار میکنه. این فریزر دقیقا برای چه کاری استفاده میشه؟ کورد انم چی میکنه؟ بلو آرت چی؟ خب این تو چه به درد میخوره؟ آها خیلی کار میشه باش کرد. کریستال لیوز بهش به چه درد میخوره؟ میتونیم برگای معمولی که با قیش کندیمو بیاریم بدیم کریستالی بشه. این دیگه چیه؟ گلادیلوس یعنی شمشیره. یه گل خود وسطش، دو تا سپلینگ میخواد، سپلینگی که میوهی باشه با دو تا. واو آجی پشمام. خب پس این فریزره یه سری چیزها رو سرد میکنه. اوکی فهمیدم، لورا اوبسیدین میکنه. خب اوکی فهمیدم بچا فریزرم واقعا به درد بخوره. اینم حتما به خودم به اون یکی خونه میبرم. بچا یه دونه بک پک ما باید درست کنیم. خب برای جابجایی این لدر کوچولوها که دارم فکر کنم. اوکی یه تعدادی لدر دارم. ما فقط باید 6 تا گاو بکشیم. آره بچه ما باید 6 تا گاو بکشیم اوکی میشه. خب بنازه کافی زر زدم زمان گذشت. خب آقا بریم بگردیم توی راه چند تا گاو هم میکشیم دیگه. حالا که قرار گاو بکشیم بذار وسیله های بقیهش هم بردارم. خب آقا اونور دزرت بود. خب من هیچ وقت با دزرت حال نکردم. این طرف یه سری بایوم قشنگ بود. بریم اینوری به نظرم بهتر منطقه که ما میتونیم بگردیمش فکر کنم اون سمت باشه. و از اونجایی که قرار ما اینجا نمونیم، گاو عزیز کجایی؟ میخوام باهات همزاد پنداری کنم. گاو عزیز ها اونا 4 تا گفت کشتم کلن 2 تا لدر گیرم اومد. بنازم به این بازی. خب آقا اینجا ویور نگاه کنین جان من. اون ور که دزرته با من کار نداریم، ولی این ور احساس میکنم سرزمین خوبیه. خب آقا قبل اینکه من برم خودم هم دیگه ندونم کجا دارم میرم یه مختصات رو سیف بکنم. اون ور ایادتون باشه بایامی بود که خیلی حال و هواش خوب نبود. اونجا هم ندوست ندارم برم. اونجا هم یه جورای تیره بود رنگ همه چیش. چیه این؟ بوزه؟ دوی چیه؟ فینتینگ دوی نمیدونم با بدش کن.
اینا ببینید اینجا یه همچین بایومیه که اصلا من باش حال نمیکنم. پس میریم این سمتی. روباه؟ اینا روباه چرا این شکلیه؟ مطمئنه که از اونی که خود ماینکرافت زده بهتره، ولی خب گوگلیه. گوگلی سلام، خوبی؟ بچه من زدن این بچه ها اصلا خاطر خوشی ندارم، خیلی وحشی هم. بیرم اگه تو رو بکشم، روباه بکشم چی میشه؟ هیچ. چه ریزه بچه خرگوشه. چه بچه شما چرا فرار نمی کنید؟ امن الان شما با من طبیعتا فرار کنید. این میوا میگلی؟ نه. به به آقا عجب محیط زیبایی داره اینجا، اصلا آدم کیف میکنه تو این کویستانا باشه. یه ایده زد به ذهنم. اه باز از این اسلام قرمزی. برو گمشو پایین. نه این بارا دیگه، نه این بارا. با اینکه اینه که بهم میدین کاملا به درد بخوره ها، خیلی هم به درد بخوره، ولی حوصله کشتنتون رو ندارم جدا. اوه این دیگه چه جو زمینیه. آقا اون بایوم شدیدن کرم افتادتون که برم چک کنم، ولی احساس میکنم اینجا خیلی جای خوبی واسه ساختن خونه است، ولی نه روی این تپه. دلم میخواد از اینجا یه پل بکشم برم وسط اونجا، یعنی بالای این دریاچه، یه خونه ناناس درست کنم. و خب خیلی ایده خوبی تو کلم هست، ایشالله قسمت بعد حتما درستش میکنم. فعلا این مختصات رو ما داشته باشیم، این مختصات خیلی جای خوبیه به نظرم. آقا لوکیشن اینجا که داریم، بزنیم بریم اونورم بگردیم ببینیم چه خبر اونورا هست. پر گار ارتفاعات بالا. تاووس یو وات دی فاک. تاووس دارم میبینم، تاووس میبینم، تاووس. یاد پاندا کنفکا میافتادم چرا، اون تاووس بود تو قسمت دومش. خب انشالله دیگه رسیدیم بهش. سلام عزیز دل، خوبی جون؟ چه جگری است جون جون جون. برو پایین برو پایین، میخوام دوتای از دوتایتون با هم یه سلفی ناناس بگیرم. پایین چیه؟ من یه بار اومدم اینا عکس بگیرم، هرشون پشتش رو کردم به من. چه قدرشو دریاچه گوگلی مگولی داریم اینجا. به به اون ورا میبینیم یه تابوت زیبای دیگه. آقا داره شب میشه، زیاد به شب نمونده، برگردیم یه دور خونه. فردا یه یکی دو جا شاید سر بزنیم، بریم دیگه چی پیدا میتونیم بکنیم. اینا آجون اینا میشه با معمولم چند میشه دیگه. آقا اینا رو من یه دونه دایموندی ندارم امرام، حیف ندارم. میشه با همینام کرد جان من؟ نمیشه، حیف شد. خب آقا باید یه دیگه خونه، من اینجا چیکار دارم میکنم؟ عنکبوت و ویچ اصلا ترکیب خوبی نیست. امیدوارم زنده برسم بخونه با این وضعیت شخمی که میدنم واسم پیش اومده. دارم اشتباه میرم، نه ما که دارم اشتباه میرم. خب وقتی که لوکیشنم رو چک کنم، تا الان چشمی داشتم میرفتم، الان باید لوکیشنم ببینم. خب 200 بلوک این وری برم اوکی، تا الان یه طرفش درسته. یا بلفاس. آها اون خونه منه، اون خونه منه، پیداش کردم. اتفاقا یه گاو زیبا و ناناس همین بغل پیدا کردم. بیا پایین، بخوایم بلند شیم بک بکم درست کنیم بعد بریم چیکار میکنیم. خب حالا این دو تا که داریم رو برزیم. آقا دقیقا کن تو رو خدا، خونه رو اصلا هیچ نظمی درش نیست. آها چه عجب کار کرد. 56 تا اوکی، این هم دیگه احتیاجمون نمیشه. حالا باید بریم اون زیر رو روشن کنیم و خب بذار ببینم. آها دو تا از این اصلا داریم. ای اصلا از این وودات فلان هم داشتیم، الکی الکی بود همه کار کردم. آقا یه جرق بزن با اینا، اوکی دیگه بریم. خب با این چوبا زیرش هم بیاید روشن کنیم. داری میپذی؟ آره آره داری میپذی، اوکیه. بریم یه چند تا گاو دیگه هم گیر بیاریم خفتشون کنیم. ما که قرار نیست دیگه اینجا زندگی کنیم، بس همه رو میکشه میره دیگه. اوه اوه دو تا اسب، دو تا میدن. ای بله میزنم، همه رو میزنم. میگم اونورم تا جایی که یادمه یه اسب بود. آره سلام اسب خر، سه تا، یه دونه دیگه مونده. حتا باشتن من زین نداشتم، من زین دارم، من میتونم اسب سوار بشم. یادمه یه بار تو این جنگل دنبال پره بودم، الان دنبال چرمم. آه اسب. حالا چی دلم نمیاد این یه اسبو بکشم، میگم یه دونه رو واسه خودم ضبط کنم به نفع خودم، برم اگه بازم باشه اون یکی رو بکشم. این یه اسب سفیده، دلم نمیاد، میخوام به این یکی زین سوار کنم. حتی سیب احتیاجه واسه رام کردنشون؟ نه یا همینجوریشم رام میشم.
خب آقا این دوتایی که اینجا گذاشته بودیم اوکی شدن، مونده فقط چی؟ چهارتا که سه تاش هم داریم، یه دونه مونده فقط. آقا این یه دونه هم پیدا نکنیم مجبور میشم اسبمو بکشم. حتی اسب نداشتم حالا که مطمئن نیست. حالا ببینم ایش زینه رو دارم، یه زین من باید داشته باشم. من صدل قابل ساخت، خدایا اینم زین هم قابل ساخته، همین الانم هم میتونم درستش کنم، 4 تا بیشتر نمیخواد. اه دارم. حالا ببینم آرمور داریم. آره. آها یه دونه دایموندیش هم داریم. اینم از سومیش کو. اینم از سومیش بریم. سلام اسب زیبا، بگیر دیگه، چرا اینو نمیگیری ای بابا؟ آروم بابا چرا؟ آها آفرین، حالا که اینو قبول کردی اینو بگیر، این آرمونم بگیر، ایشالا خورجینم میگرفتی، حیف شد که خورجین نگرفتی. خب الان خیلی وضعیتمون بهتره، الان این با سرعتش خوبه. چه پرش ماشالله. ببینم تو سیب میخولی؟ سیب نمیخوله، حیف شد. من این سمت نرفتم تا جا کردم، فکر کنم این سمت حیوانی باشه که بتونیم شکار کنیم. اینجاها آره، من سمت چپش رفتم سمت راستش، ولی وات وایساده حیوان خر. ببخشید، 4 تا از این چیزا رو بذارم کنارم میشه یه دونه. وایستا جان من وایستا. خب دیگه این دوتا خرگوش هم دیگه باید اوکی بشه دیگه انشالله. خب اوکی آقا، یه دونه همونم جور شد دیگه. با کلی زور و زحمت و جربازیری شد. خب آقا این اسب رو من باید با یه تناب یه جا ببندمش. یه لحظه، آها با استرینگ درست میشه، تنابمون با استرینگ درست میشه، این اوکی. من حتما درستش میکنم، ماجرا میشه باش درست کرد. حالا یه عالم اسلایم داریم با یه عالم استرینگ، ایشالا بعد دفعه میبندمت به اینجا. خب آقا این دوتایی که هست و بده با این دوتا کوچولوارا یه چستم که داریم، اون یه دونه بگیریم ببریم اوکیه. رابیت فودم که گیرمون اومد، حتی فوت نه فود، اینم که میتونه باش معجون درست کنیم. این یه بقیه چیزا هم که اضافهنو بدم بره. یه گراز عجیب الخلقت اونجا بود، بریم سراغش ببینیم بکشیمش چیزی بهمون میده. نمیر. اوکی الان من دمیج دادم بهش، مطمئنم یه لوتی میده که شاید حالا اون لوت هم به دردمون خورد. چرا اینقدر صداش بلند بود؟ تنها نیستی تو؟ پلاگ نمیخواستم بگیرم دیگه، 5 دقیقه پلاگ. این چیه داد به؟ تارگت بروک چی؟ نرم اینم یه نوع یه چیزی هست دیگه، حالا ولش کن. خب این یه دونه هم تموم شد، همین جایی که رفتیم تبل میذارم همین جا کارش رو میسازم. خب یه سه تا زیر، سه تا هم پایین، دو تا بغل، یه چستم وسط. بیا اینجا. خب اینجا نمیشه، پس چجوری یوزش کنم؟ او به جا زره هم میاد. آه توش آه حاجی چه خوب، انگار یه چست همراه دارم. ببینم خوب اگه پلاگ روم نبود. و حالا ای واسه این تناب درست نکنم، آقا برم یه تناب واسه این درست کنم. بیا یه اسلایم وسط، 1 و 2 و 3 آخری 4. خب آقا اینم از تناب، این تناب رو بگیریم به این. بیا اینجا اسب خوبم، بیا ببندمت به این. آفرین اسب خوبم، همون پایین بشین به تمرگ پچه سگ. خب آقا اینم از این، فکر کنم دیگه الان اوکی باشه دیگه. الان اسبمون رو داریم، بکپک این گوگولیر هم داریم. ببینم آره آقا بکپکش هم داریم و کلی وسیله میتونیم با خودمون جابجا کنیم، یعنی میتونیم کل وسیله هایی که واقعا احتیاجمون میشه رو بنازیم رو کولمون با این اسب بریم. که البته این فکر نکنم اینونتوری داشته باشه. نه یکاش میتونیم به جزر خورجین بنازیم. نه بذار ببینم میتونم که خورجین واسش پیدا کنم. ها الان یادم اومد، اون واسه اولاغ بود. واسه اسب از این خبر نیست. خب بچه فکرم تا اونجا بس باشه، الان جایی که قرار خونه بسازیم اوکیه. قسمت بعدی خونمونو میسازیم کامل، یعنی من یه سری نقشه ها واسش دارم، یه سری پلن ها دارم برای اینکه خونمون واقعا دارای امنیت باشه و بتونیم روش حساب کنیم.
این خونه اصلا نه خیلی زیبایی داره الان، حالا زمان خودش خیلی زیبا بود، ولی وقتی من فهمیدم این همه کار احتیاج بکنیم، این همه کار قرار روش انجام بدیم، فهمیدم که اصلا امنیت نداره، جا نداره، زیبایی نداره، سختی زیاد داره. برای همین اینو میذاریم کنار، میریم اونجا خونمون رو میسازیم، بعد اون میافتیم دنبال منابع قوی تر، این که بفهمیم چجوری توی ندر اونیکس رو بکنیم و باش اینجاستلی اینجوری درست کنیم دیگه. اگه چیزی خیلی خفن از این بازی میدونید که مطمئنید به دردم خوراتون توی کامپیوتر بگید. اگه دوست دارید که یه کاری بکنیم، مثلا ایده ای نداره، مثلا دوست دارید بگید آقا اصلا برو چه میدونم گاوا رو انگوش کن، هر کاری دوست دارین بکنیم و مثلا توی کامپیوتر بگین، چون بازی خیلی خودتون هم میدونید ماینکرافت که همینجوریش بزرگ هست، این ریورس آف دنایت هم که از اون بزرگ، حالا بیا جمعش کن. برای همین هر کار دلتون میخواد بگید انجام بدیم، چه ندر چه اوور ورچ چه بهش. آن راستی راجبه بهش فکر نکنید برای میراتی ازش ویدیو میذارم، ها حداقل تو 5 تا ویدیو باید بگین تا من ازش بذارم، چون یه بار رفتم یه ویدیو خوب گرفتم خراب شد هرسم گرفت. انگار بگین تا بذار. نه شوخی میکنم، به زودی دوستاتون میذارم. مرسی که ویدیوتون رو تماشا کردید، لاو یو، البته ویدیو بعد سی یا. Headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.